سلام و درود بر همه شما عزیزان. من محمد رضا هستم از گروه تبلیغاتی MHA و با ویدئوی سوم از آموزش برنامه کوردرا در خدمتتونم. همونطور که در جلسه پیش گفتم، امروز قراره کمی درباره تغییر رنگ، سایه و ابزار منحنی کار کنیم. برای شروع از آسان‌ترین گزینه، یعنی تغییر رنگ‌ها شروع می‌کنیم. قبل از اینکه ما بخوایم بریم سراغ تغییر رنگ، باید با دو گزینه زوم کردن و از زوم خارج شدن یا آشنایت جزئی پیدا کنیم. همونطور که میدونیم، مثل برنامه‌های همه برنامه‌هایی که توی ویندوز ها وجود داره، برای زوم کردن از چرخ موس استفاده میشه که به چرخوندن به سمت جلو چرخ موس زوم به سمت داخل میشه و چرخوندن به سمت عقب از حالت زوم در میاد. اما خود برنامه برای ما یه گزینه‌ای هم اینجا یه ابزاری هم تعبیه کرده که برای زوم کردن میتونیم ازش استفاده بکنیم و اون ابزار زوم ما هستش که این گوشه است. شما با کلیک کردن بر روی این و کلیک کردن بر روی صفحه زوم میکنیم و با راست کلیک کردن از حالت زوم در میاد. اما اگه بخواید یک محیط مشخصی رو مورد زوم قرار بدین، با کلیک کردن و درگ کردن و مشخص کردن اون محیطی که میخواییم زوم روش انجام بدین و انجام میدین و بعد کلیک رو ول میکنیم که بنا به سطح اتومات اون محیط رو براتون زوم میکنه. یا مثلا برای مثال ما فهم میخواییم به نام خدا رو ببینیم، زوم میکنیم و به نام خدا رو برامون به سمت جلو میاره. بعد از این میایم که بریم برای تغییر رنگ. برای تغییر رنگ محیطمون یا حروفامون فقط و فقط کافیه شما روی اون منطقه‌ای که می‌خواید رنگ ریزی بشه، رنگش عوض بشه، فقط کافیه که کلیک بکنین و از نوار ابزار رنگ‌هامون که در سمت راست قرار داره رنگ مورد نظرتون رو انتخاب بکنین. همونجوری که می‌بینین خب رنگ تغییر می‌کنه. برای حروف هم دقیقاً به همین صورته. با کلیک کردن بر روی حروف و رو نوار ابزار کنار تغییر دادن رنگش، رنگ حروف هم تغییر خواهد کرد، همونجور که میبینید. اما پس از این یه گزینه دیگه هم وجود داره و اونم گزینه حاشیه است. شما گزینه حاشیه رو اگه در اینجا دقت بکنید، حاشیه های کاغذ ما الان دقیقاً سیاهه و این سیاه بودن کاغذ حاشیه ها میتونیم ما هم سایزش رو تغییر بدیم هم رنگش رو تغییر بدیم. برای تغییر دادن سایز این حاشیه، با کلیک کردن بر روی خود حاشیه یا خود اون برگه، ما این بالا یک گزینه رو میبینیم در نوار ابزار بالامون که 0.2 میلیمتر به صورت اتوماتیک انتخاب شده. برای بزرگ کردنش فقط کافی اعداد رو به سمت بیشتر ببریم و یا برای کوچیک کردنش ابعاد رو به سمت پایین تر بیاریم. اما به سمت استاندارد همون 0.2 میلیمتر رو قرار میدیم و برای تغییر رنگش فقط کافیه روی این رنگ ها شما راست کلیک بکنیم. اگه راست کلیک انجام بدین، رنگ حاشیه نیز تغییر میکنه. برای مثال هم رنگ خود کاغذ بشه یا رنگ های دیگه ای که اینجا وجود داره. خب دوستان عزیز، من ازتون عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه موس من با دچار مشکل شده بود و خودش به صورت اتومات داشت زوم میکرد و از زوم در میومد، اما انشالله الان دیگه مشکلش حل شده. خب ما درباره رنگ ها و گزینه نوار ابزار حاشیه‌مون صحبت کردیم و کاملا اینا رو یاد گرفتیم. حالا میریم برای سایه، برای سایه زدن حروف هامون. خب برای سایه زدن ما چندین گزینه رو در دست داریم که میتونیم سایه به حروفمون اضافه کنیم یا به طرحمون اضافه بکنیم. اولین گزینه‌ای که ما می‌خوایم باهاش استفاده بکنیم گزینه دروپ شادو هست که از نوار ابزار سمت چپمون این گزینه ما گزینه دروپ شادو رو انتخاب می‌کنیم. پس از انتخاب کردن گزینه دروپ شادو، روی اون کلمه یا اون چیزی که می‌خوایم به سایه اضافه بکنیم کلیک میکنیم و پس از کلیک کردن روی کلممون باید جهت سایه‌ای که میخواد برامون بیفته رو انتخاب بکنیم که از کدوم جهت میخواییم برای ما سایه به وجود بیاد، از چپ به راست، از راست به چپ، از بالا به پایین یا از هر جهت که شما دلتون بخواد. برای مثال ما اینجا از سمت چپ به راست میخواییم روی کلمه به نام خدامون سایه بیفته. برای این کار ما از سمت چپ کلیک میکنیم، درگ میکنیم و میکشیم تا اونجایی که نظر خودمون خوب باشه، برای مثال اینجا، و کلیک رو رها میکنیم. همونجور که میبینید یه سایه جزئی اینجا به وجود اومده. حالا برای اینکه ما اینو بخوایم پررنگترش بکنیم، کمرنگترش بکنیم یا بزرگتر و کوچیکترش بکنیم، باید از نوار ابزار بالایی که برای ما به وجود اومده استفاده بکنیم. برای مثال اگر از این گزینه وسط که اینجا قرار داره انتخاب بخوایم بکنیم و از این بخوایم استفاده بکنیم، این برای کمی پررنگ کردن و کمرنگ کردن کارمونه که هرچی پایین تر بره سایه کمرنگ تر و محو میشه و هرچی این شماره به سمت بالا بره سایه‌مون پررنگ تر میشه، همونجوری که میبینیم.
اما یه جوری سایه محفه. اگه بخوایم این سایه محو یکم شفافترش بکنیم، از این گزینه بغل استفاده میکنیم که شمارش الان 14 برای مثال. ما اینا هر چه سمت بالا ببریم گزینه تیره یعنی شفافتر و غیر قابل دیدن میشه، و هر چی این گزینه رو به سمت پایین بیاریم تیره تر و قابل ملاحظه تر میشه. برای مثال ما همینجا رهاش میکنیم و دوباره نوار ابزار پیک تولزمون رو انتخاب میکنیم که همونجور که میبینید یک سایه زیر این حرف افتاده. بعد از سایه ما میرسیم به گزینه تغییر شکل و شیپ تولزمون. ما برای شیپ تولز خیلی استفاده‌های بسیار زیادی میشه که به هیچ عنوان نمیشه توی یک جلسه درباره این توضیح داد. پس از تموم کردن تمام این ابزارها که من این گوشه براتون توضیح بدم، دونه دونه میایم روی پروژه ها کار میکنیم. برای مثلا طراحی کارت ویزیت و اینا، روی اونها به صورت جداگانه هر کدوم از کارایی‌هایی که این برنامه داره رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. به عنوان مثال برای کوچکترین توضیحاتی که میشه داد برای این گزینه، شما این گزینه رو انتخاب میکنیم و ساده ترین کاری که میشه باهاش کرد اینه که روی صفحتون کلیک کنیم. روی این صفحه‌ای که هستیم برای مثال کلیک میکنیم. ما میخوایم این گوشه های صفحمون به جای نوک‌تیزی که هست به صورت منحنی در بیاد. برای این کار فقط کافیه که شما روی اون صفحه کلیک بکنین و گوشه ها رو بگیرین و کمی تغییر جهت بدین. همونجور که میبینیم به صورت یک منحنی بزرگ اگه بخوایم در میاد و یا یک منحنی کوچیک. به عنوان مثال ما این منحنی رو انتخاب میکنیم و کلیک رو رها میکنیم. همونجور که میبینیم بالا و پایین مربعمون کاملا به صورت منحنی در اومده. بلکه با این ابزار یه مقدار بیشتر آشنا بشین، من باید یه گزینه دیگر و یه ابزار دیگر رو هم درون این ابزار داخل بکنم تا بتونین بیشتر آشنا بشین که این ابزار اصلا قصد کاریش چیه و چی کار میکنه. شما از نوار ابزار سمت چپتون گزینه دو تا پوینت خط مستقیم رو انتخاب میکنین. گزینه فریهند رو هیچ وقت در اکثر اوقات من انتخاب نمی کنم، به خاطر اینکه به عنوان لرزش دست یا هر چیزی که به وجود بیاد خطای نامستقیم و ناصافی رو به وجود میاره. اما همینجا که تو پوینت لاین رو ما انتخاب بخوایم بکنیم، برامون خط مستقیمی رو به وجود میاره. ما از این سر برگه به این سر برگه یک خط مستقیم رسم میکنیم و رهاش میکنیم. همونجوری که گفتم یک مقدار سایزش رو بزرگتر میکنیم برای اینکه ببینیم دقیقا میخوایم با این خط چی کار بکنیم و اینا، و گزینه شیپ تولزمون رو انتخاب میکنیم. پس از انتخاب کردن گزینه شیپ تولز، همونجور که میبینین اینجا حالت همونجور که میبینین روی این خطمون یک خطی به وجود اومده برای کار کردن با این گزینه شیپ تولز. شما یک منطقه رو از این انتخاب میکنیم و روش راست کلیک میکنیم. پس از اینکه راست کلیک کردین گزینه تو کروز رو انتخاب میکنیم برای اینکه ما بتونیم به حالت منحنی در بیاریم این علامت رو. این گزینه رو انتخاب میکنیم و همونجور که میبینید دو فلش برای ما اینجا تعبیه شده که با تغییر دادن این فلش ها حالت خطمون هم نیز تغییر میکنه، به این صورت که مثلا ما بخوایم یک حالت اینجوری توی خط به وجود بیاریم، یا بالا کاملا بره یا به پایین بیادش. این هم یکی دیگه از کاربردهایی که از این برنامه از این شیپ تولز میشه استفاده کرد و به کار بردش، که خیلی هم این برنامه خیلی کاربردیه، یعنی این ابزار بسیار کاربردیه توی برنامه کوردرو. این بود از ویدیو سوم آموزش برنامه کوردرو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و کمکی به شما دوستان عزیز کرده باشه. با امید خدا در ویدیوهای بعدی مختصرا ابزارها رو به پایان میرسونیم و شروع به کار روی پروژه های مختلف میکنیم. با تشکر.